درود دارم به مهربان یاران گرامی، آرزو دارم همیشه در پناه اهورامزدا خداوند بزرگ و دانایی و توانایی شاد و خوش و پیروز باشید. مهربان یاران گرامی، دو نکته بسیار مهم و اساسی در این شرایط خاص و ویژه سرزمینمون میخوام خدمتتون عرض کنم. نخست این که بایستی بدونید که ایران آزاد نمیشه تا وقتی که ما آگاه نشیم. تا آگاهی تو کله ما نیاد ایران آزاد بشو نیست. برای اینکه چون همیشه دوستان میپرسن خب آقا دیگه داریم آزاد میشیم اینا، بعد چجوری میپرسیم که سیاوش همستو ایشالله داریم دیگه آزاد میشیم دیگه، با الحمدلله داریم فیش میریم. میگم با همینی که تو گفتی پیداست که ما آزاد بشو نیستیم. با ایشالله و الحمدلله ایران آزاد نمیشه. خیلی مهمه، شوخی نیست، طنز نیست، فکاهی نیست. مثل اون سالهای 80 که ما مطرح میکردیم که آقا نگید سلام، بگید درود بر شما. نامهای تازی رو استفاده نکنید، نامهای ایرانی آریایی رو استفاده کنید. برخی از دوستان که اون موقع مسخره میکردند بعدن که چه عرض کنم خدمتتون، تا همین الان زور میذارن که بگن درود بر شما. چرا؟ چون جامعه و مردم اینا را از اون جهل و خرافه صحراگردی در آورد و تازه فهمیدن دنیا دست کیه. نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شد، بگو سپاس، ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه حد سرسال. تا موقعی که میخوای از جد بلند شی داری میگه یا علی، یه کاری میخوایی بشه، انشالله، انشالله خدا بخواد، انشالله تو باید بخوای، تو تا تو نخوای چی نمیشه. الحمدلله. البته به شما عرض کردم متعلق ایمان هر چی باشه اشکال ایرادی نداره. شما دخیل به هر چی میخوای از شخصی، روانی، فردی میتونی ببندی. در هندوستان 100 تا 200 تا نه هزاران اندیشه و تفکر دینی وجود داره. مردم به آب دخیل میبندن، به گاو دخیل میبندن، به شتر، به درخت دخیل میبندن، به صحرا، به کوه، به سنگ. تو هند که میرید همه اینا هست دخیل میبندن. باور میکنید یا نه؟ شوخی نمیکنم، بایستی همه چیز رو به شما بگم. به اهلیل یعنی به ذکر انسان دخیل میبندن. در رودخانه گنگ هر سال اینها میان با ذکرها، یعنی اهلیل های بزرگ، این شالگردن هم دور گردنشون میتونن بپیچن. چه بکنن چه بکنن؟ چون تربیتش کردن، مردمی هستن که اونها رو میپرستن. پس اون بهش میگن متعلق ایمان، اون ایرادی نداره. ولی تو همونجا میمونی، تو همون خرافه، تو همون بدبختی، تو همون بیچارگی میمونی، بالا نمیاد. اما وقتی خردمند اندیشه کنی، خردمند حرف بزنی، خردمند هم عمل میکنی. نیکی که میگه در پندار، گفتار، کردار برای همینی. تو اهورامزدا داری، یعنی دانای توانا. اهورا دانا، مزدا توانا. یه چیزی هست دانا و تواناست که این جهان رو، این کسموس رو، این گالکسی رو بعد از بینگ بانگ داره با نظم، مثل یه کامپیوتری که منظم برنامه ریزی شده، با دانایی و توانایی در اختیار تو گذاشته. اهورامزدا است. الله نیست که اله باشه بوت تازیان الف و لام گرفته باشه شده باشه الله. بوت نیست. و تازه اون حالتی که قصر داری تو دنیا، حوری داری تو دنیا، فاحش خونه است، شراب داری تو رودخونه، شیر داری، اونجور مزخرفات هم نداره. این دروغ ها
دیگه انسان عاقل نمیتونه بپذیره. هرچند مادر بزرگ من و تو، پدر بزرگ من و تو امکان داره تحمیل رو میپذیره. بچه هاشونه که میکشن، اینا هیچ کسی چی نمیگه، سمون و بکمون هستن از ترس داروغه و پلیس و سپاه هم نیست خیلی هاشون، از ترس بهشت و جهنمه. میگه یارو سید اولاد پیغمبره، من باش درگیر بشم میرم جهنم. پس آگاه تا نشی آزاد نمیشی. فیلمی که دارید پشت سر من میبینید اسمش هست One Night with the King. یک شب با شاه. اینها کسانی هستن که توطئه میکنن تو دربار شاه، خشایارشاه هم هست که زنش رو میگن باید بیاد بخونه برقصه، نمیاد بخونه برقصه، بعد زنش رو طلاق میده اونجا و بعد میاد حدسه. شاه اینه، نگاه کنید این شاه ایران، این خشایارشاه، حدسه میاد، حدسه تو همین برنامه نشست، میگن باید زن شاه بیاد برقصه. شاه هم به زنش بیاد برقصه. من رقاصی هستم که من زنتان. آگاهی آزادی میاره. شاهی که مست شده نمیدونه که زنه نباید بیاد برای اینا برقصه، رئیس و قبایل این ور و ور دنیا که اومدن اونجا و بعد مجبور میشه که زن خودش رو چه کنه و یک کسی دیگه رو بگیره که اون خانم استر هست. همین خانمی که میبینید حدثه توسط مردخای پرورش پیدا میکنه، والد دربار میشه میاد. شما ببینین این فیلم همین هم یهودی ساختن، هیچ مشکل نیست. ببینین ولی عظمت و شوکت ایران رو نشون میده، عظمت و شوکت ایرانه. اینم بانوی پادشاه هست که نمیپذیره. آگاهی داره زن، هوشیاری داره زن. اونجا شراب نخورده مست بکنه، الان داره میخوره. فیلم 300 رم ساختن، فیلم های بد دیگه هم زیاد میسازن. همیشه سیاوش اوستا بهتون گفته که در تمام دنیا، در تمام فکرها و اندیشه و ادیان دو تا بینش وجود داره. یکی بینش ایران سربلند، ایران اهورایی، ایران متمدن، همین ایران One Night with the King، این خشایارشاهه، و هم افکاری وجود داره که دقیقا ضد ایران هستن و نابودی ایران رو میخوان. هر دوتاش هست، هر دوتاش هست در دنیا. بستگی داره در ایران کی حکومت کنه، کی حاکم باشه، اونها رو فعال بکنن. شما در نظر بگیرید الان که 44 سال اینا به عالم و آدم فحش میدن و خواهان نابودی همه عالم هستن غیر از روس و انگلیس و چین، خب معلومه دشمن تراشی تو اینا کردن رو میکنن. همچنان که جنگ ایران عراق یادتون نره، اون صدام حسین دیوانه که حمله کرد، بعد زود چند ماه گفت غلط کردم میخوام صلح کنم. دیدن عجب جنگ خوبه برای حفظ منافعشون، چیکار کردن؟ جنگو نگه داشتن. حالا تو نمیتونی عجب میخوای برش بگی یا علی، بعد ندونی علی کیه، یا فاطمه زهرا، ندونید فاطمه زهرا که ما براشون احترام قائلیم، برای همه احترام قائلیم، ولی شما میدونید فاطمه زهرا کی؟ این طفلی فرهاد ظریف یه حرفی زد، بعد علی کریمی و همه ازش پشتیبانی کردن، ولی این پیر پاتال اومدن، این نویسنده ها، این گوینده ها، این سخنران ها اومدن ازش پشتیبانی بکنن، نایمدن که پشتیبانی. چرا؟ چون آقا چی مقدسه؟ من ببینید امروز روایت تاریخ رو براتون میکنم، هیچ بالای چشم کسی رو من تا حالا نگفتم، ابروسیش توهینی هم نمی کنیم، محترمانه. بانو فاطمه شهرتش به اینه که یه خطبه داره، اون خطبه رو خونده در برابر خلیفه توی مسجد، خطبه فدکیه. این خطبه که ایشون خونده ایشون رو تاریخی کرده و الان هر چی شوکت، عظمت و تبلیغ در مورد ایشون میشه هم خطبه رو میارن، خطبه فدکیه. ولی من تو میپرسم مردک، زنک، استاد، دانشجو، فهمیده، مسلمان، شیعه، هر کی هستی، تو آیا رفتی بخونی به نوع فدک و فدکیه خطبش چیه، چی میگه؟
نرفتی بخونی که نمیدونی چیه. اصلا فدک میدونی یعنی چی؟ فدک ها زیباترین منطقه فرح بخش و خوش آب و هواییست که در شبه جزیره عربی وجود داشته اون موقع، مثل چالوس. من همیشه گفتم مثل چالوس. این رو وقتی که فتحش میکنه پیامبر اسلام میده به دخترش فاطمه، میگه مال توی منطقه، چالوس مال تو. ابوبکر که میاد خلیفه میشه این ازش میگیره، میگه اجازه داده به تو استراحت بکنی مدتی، مال بیت المال ازش میگیره. اونجا دعواش میشه، دعوا اونجا شروع میشه که به شوهرش هم که میگه برو خلیفه بشه، میخواد فدک رو بگیره. حالا خطبه فدک هم این ترجمه فارسیشو من خودم با کربلادم نکردم، ترجمه پارسیش رو از این سایتی، از این سایتی که ببینید مال خود جمهوری اسلامیه، خیلی هم سایت افراطیه، اصلا سایت سپاه پاسدارانه، خود سایت سپاه پاسدارانه. شما ببینید که نوشته تأکید میکنه، تأیید میکنه که فاطمه، بانو فاطمه، سرکار خانم فاطمه، همه هم و غمش و ناراحتیش از این جریان فدک هست و گرفتن ارثش. میگه مگه ارث به شما ممنون میکنیم به بچهاتون که به من ممنون کردید؟ تازه ارث هم مرد دو برابر زن میبره، اینم مینویسه تایید میکنه. حالا چون محمد فقط همین یک بچه رو داره دیگه، پسر که نداره، ایشون اینم میگه یعنی حتی تا این حد هم قبول، ولی من تنها دخترش هم دیگه، ارث منو چرا بالا کشیدید شما؟ و جنگ و دعوا و تمام دعوایی که با علی داره رو همینه که ارث رو بره بگیره. غیر از این خطبه فدکیه که همه تاییدش کردن، اگه شما حرف دیگه ازشون پیدا کردید ببین. خب اینم حرف پس در مورد ارث و میراث، مسئله مالی بیچاره، مسئله مالی بدبخت، ولی اینها چون پدر مادرشون هستن، اجدادشونه، جد بزرگشونه، علی خامنه ای، خاتمی حتی، میرحسین موسوی حتی، همه اون نایید که شما میدونید و نمیدونید که سیدن اینا، برای همونطور که تو سالگرد میگیری برای بابات، برای عمت، عموت، خالت، اونا میگیرن. ولی اینجا یه سرزمین با شکوه که پشت سر من شکوهشو داریم میبینید، شکوه شاهنشاهیشو سرنگون کردن، نابود کردن، وقت اومدن جاش سمبول های خودشونو گذاشتن که اصلا چیزی هم نیستن. اون اوایل زرتشتی ها میگفتن ما همه سمبول های ایرانی زرتشتی رو بریم حالت اسلامی بدیم که اینا رو حالا میکشن ما رو نتونم. علی میتراس رستمه، 12 تا بچه‌شه که میگن